رژیم ضد بشری آخوندی طی 5 روز 10 نفر را در شهرهای اهواز، کرمان، شیروان و ارومیه اعدام کرد. یکی از زندانیان در ملأ عام اعدام شد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد صبح روز دوشنبه 28 تیر ماه رژیم ضد بشری آخوندی یک زندانی به نام عین شین را در ملأ عام در شهر اهواز به دار آویخت. روز پیش از آن نیز 3 زندانی به نام‌های عباسیه، روح الله ب و محمد نعیم شین در زندان کرمان اعدام شدند. دستگاه قضایی آخوندها در استان خراسان شمالی نیز از اعدام یک زندانی در شهر شیروان خبر داد. صبح روز پنجشنبه 24 تیر ماه نیز در یک اقدام جنایتکارانه 5 زندانی به طور جمعی در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. اعدام شدگان فیصل ساعدی، کرم عزیزی، امید نورانی، عبدالرحمن رندی و علی ساربان نام داشتند. به این ترتیب شمار اعدام‌ها توسط دشخیمان رژیم تنها طی 2 هفته به 16 تن بالغ می‌شود. برپا کردن چوبه‌های دار در ملأ عام و در زندان‌های شهرهای مختلف میهن نشانگر ناتوانی رژیم رو به زوال آخوندی در مقابله با اعتراضها و انزجار فزاینده مردم ایران علیه تمامیت نظام ولایت فقیه و به منظور تشدید فضای رعب و وحشت در جامعه است. همچنان که دستگاه قضایی آخوندی آشکارا هدف از این اعدام‌ها را افزایش امنیت اعلام می‌کند. مقاومت ایران عموم مراجع بین المللی و سازمان‌های حقوق بشری به ویژه دبیرکل، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و گزارشگران دستگیری‌های خودسرانه و اعدام را به محکوم کردن اوضاع وخامت‌بار حقوق بشر در ایران و اقدامی فوری جهت توقف مجازات سبعانه اعدام فرا می‌خواند. یک خبرنگار رژیم که در سفر متکی وزیر خارجه دیکتاتوری آخوندی به اسپانیا همراهی وی بوده از بی‌اعتنایی و کم محلی مقامات این کشور به وزیر خارجه رژیم گزارش کرد و نوشت مدت‌ها در آسمان مادرید و در فرودگاه معطل ماندیم و هواپیمای ما مثل تاکسی‌های تهران دنبال جا می‌گشت. گزارشگر سفر وزیر خارجه رژیم با اشاره آشکار به اینکه هیچ شخصیت رسمی برای استقبال از متکی به فرودگاه نیامده به بی‌اعتنایی به متکی و سرگردانیش بعد از فرود هواپیما اشاره کرده و می نویسد هواپیمای ایرباس ما درست مثل تاکسی های خیابانی که به دنبال مسافر خیابان ها را مفر می کنند از جلوی تک تک ترمینال های تخلیه مسافر که به وسیله دالان‌هایی به محوطه سالن‌های فرودگاه باراخاس متصل است می‌گذرد. یک نماینده مستعفی مجلس ارتجاع از زاهدان خواستار برکناری وزیر کشور کابینه پاسدار احمدی نژاد و همچنین استاندار رژیم در استان سیستان و بلوچستان شد. عباس علی نورا نماینده مجلس ارتجاع که چند روز پیش از سمت خود استعفا داد گفت حداقل انتظار مردم ما استعفای وزیر کشور بود. انتظار داشتیم خودش بعد از این حادثه کنار برود. انتظار داشتیم استاندار استعفا دهد. وزیر کشور حتی حاضر نشد در صحنه این اتفاق حضور پیدا کند. وی پاسدار احمدی نژاد گماشته ولی فقیه ارتجا را نیز به باد حمله گرفت و گفت احمدی نژاد حتی یک پیام تسلیت هم به خاطر هلاکت مزدوران بسیج و سپاه در انفجار زاهدان نداده است. اهمال‌کاری و بی‌توجهی رژیم آخوندی نسبت به سلامتی و جان مردم منجر به افزایش نیترات در آب شرب تهران شد. به گزارش رسانه‌های خبری حکومتی، وزیر بهداشت کابینه پاسدار احمدی نژاد با اعلام این خبر گفت ما در این رابطه اطلاعات کاملی داریم و در نقاط مختلف تهران نمونه برداری را انجام می‌دهیم. به هر حال در برخی از نقاط تهران آب شرب دارای نیترات بالاتر از حد مجاز است که من این را چند روز پیش هم متذکر شدم و در پی آن
تنها به بانوان باردار و کودکان هشدار برای مصرف آن آب می‌دهیم. برخی منابع رژیم اعلام کردند در صورت ادامه وضعیت کنونی تا چند ماه دیگر آب تهران به کلی غیر قابل آشامیدن می‌شود.